السلام علیکم خوانندگان مهربان، خورترکان عزیز ما، شمایان را با آغاز سال نو خوانش تبریک میکنم. نباشد درس امروز ما زبان مادری. انا امروز باز درس ما زبان مادری. اینک همه شمایان به نزد آینه نیلگون نزدیکتر شوید، دفتر و کتاب هایتان را کشوید، به درس آماده شوید. شما خرسند هستید که امروز درسمان رو سر کنیم؟ آفرین بچه ها، من هم خیلی خرسند هستم. موضوع درس امروز ما نصیحت پدر، افسانه، اجرای مشق ها. مقصد درس امروز ما معلومات عمومی درباره متن داده توانستند. کلمه های ناشناس را از خود نمودن، احترام کرده توانستنی نصیحت کلان سالان. نتیجه آموزش: درباره متن پورا عمیق معلومات داده می توانند، افاده‌ناک خوانده می توانند، کلان سالان را احترام کرده می توانند. تازگی گروی سلامتی ما است. اینک بچه های عزیز، در زمان حاضره تازگی جایی اول رو میگیرد. شما باید قایده های دستشوی را از یاد نبرارید. چرا حلبو خوشبوی است؟ آزاده و دلجوی است. چون که حلبوی لبی جوی دائم شوید دست روی. تکرار میکنیم بچه ها. چرا حلبو خوشبوی است؟ آزاده و دلجوی است. چون که حلبوی لبی جوی دائم شوید دست روی. دوست رویکان عزیز من، شما نیز دائما دست رویتان را شوید، به تازگی رعایه کنید. شعار درس امروز ما: زیدانش زندمانی جاویدانی، زیدانی نیابی زندگانی. زیدانش زندمانی جاویدانی، زیدانی نیابی زندگانی. دوست رویکان عزیز من، دفتری حسن خط رو میگیریم. این مصرع ها رو زیبا، تازه، آزاده، به حسن خط نگاه کرده می نویسیم. فرزند اگر توده خاکستر است، نوری دو چشم پدر و مادر است. تکرار میکنم. فرزند اگر توده خاکستری است، نوری دو چشم پدر و مادر است. دوست رویکان عزیز من، این مصرع ها را نوشته به دفترتان از خود کنید. اینک موضوع امروزه ما، افسانه نصیحت پدر. کتابمون را میکشویم بچه ها، صحیفه افسانه نصیحت پدر را مییابیم. همه کسا افاده‌ناک میخونیم. با دقت گوش کنید. بود نبود یک دهقان بود. دهقان تاگذاری کلانی داشت و هر سال انگوری آن را فروخته زندگیش را می گذرانید. روز از روزها دهقان بیمار شد. پسرش را به نزدش دعوت کرده گفت: من به تو یک نصیحت میکنم. دان که از مهنت طلا حاصل میشود. در بین تاگذار ما دو خمچه طلا گرانیده شده است. تو آن را فقط در فصل تیرماه یافته میتوانی. دوست رویکان عزیز من،
دومی این افسانه رو مستقلانه میخونید، چونکه وقتی ما کم است. خونده پوره برو از خود می نمایید. برای چی؟ پیرمرد با پسرش گفت: تو آن را فقط در فصلی تیره ماه یافته می توانی. چرا؟ آن تیلا را. با دقت دوامش را خوانید بچه ها، از خود کنید. فهمید که افسانه درباره چی گفته شده است. آفرین بچه ها، من باوری دارم که شما دوام افسانه را با دقت می خوانید، چونکه درس ما زبان مادری است. ما از فرصت استفاده برده درس خوانش را با درس زبان موافقت کردیم. درس خوانش را خوانده استاده درس زبان مادری را از خود میکنیم. اجرای مشقا، بچه های عزیز، کار با متن. از روی کتابتون متن رو با دفترتون زیبا، خوشروی، تازه روی بردار میکنید. متن رو میخونم. تو برای حاصلی زیاد گرفتن نه، گفت رفیقی پدرش، بلکه برای یافتن تیلا اینقدر مهنت کردی. پدرت بسیار آدمی عاقل بودن، برای همین آن کس با تو از مهنت تیلا حاصل می شود گفتن. بچه های عزیز، اگر شما دوام افسانه رو با دقت خوانده باشید، از خود کرده باشید، شما علاقه با این افسانه سرفهم رفتید. با دفترتون روی بردار کنید، با تگی کلمه هایی که با اسم، با سوال های اسم جواب می شوند، یک خط می کشید. کی؟ تو. کی؟ پدرت. در یاد نگاه دارید بچه ها، اسم با سوال های کی، کی ها، چی، چی ها جواب می شوند. اینک بچه های عزیز، خانشی افاده نک. مادری مهربان من، هر سحری چو آفتاب چشم کشاده سوی من، می کند این چنین خطاب: روز شده است عزیز جان، خیز زی مکتبت نمان. با دلی شاد و پر امید می شوم بره روان، مادری مهربان من، راحتی جسم و جان من. دوسرویکان عزیزی من، باید شما دائما پدر و مادر را حرمت کنید، آنها را دائما عزت کنید. آفرین بچه ها، من باوری دارم که این شعر را شما از خود کرده از یاد می نماید. بله بچه ها، آفرین. اینک خصلت های مادر را می نویسیم، تحلیل می کنیم. کلمه مادر، مادر این یگانه است. مادر حلیم، مادر مهربان. دوسرویکان عزیزی من، درباره مادرتان آن چهار که می دانید، این کلاستر را باز هم پرتر کرده با دفترتون نویسید. من باوری دارم که شما از عهده این سپارش علاقه بر اومدید. آفرین بچه ها. بله دوسرویکان عزیزی ما، من باوری دارم که شما علاقه با قایده های حرکتی را شناس هستید. شهری کلان، شهری ما، پوری ماشین، کوچه ها، چه خیل کرده گذاریم از چار راه بچه ها. راه نشان دهد به ما، کنی بچه ها گوید که چی به ما راه نشان می دهد.
آفرین، بله، چراغکی راهنما. کدام سوال رو گذاشتیم بچه ها؟ بله، سوالی چی؟ این اسم می شود. آفرین، من باوری دارم که شما علاقه با چراغکی راهنما شناس هستی. بله بچه ها، آفرین. دوستروکان عزیز من، از درسای اساس های بی‌خطری علاقه شما شناس هستید و باخبر هستید که در کجا خود رو چی خیل نگاه داشتن لازم است. آب را ندیده موزه نکشید. آب محلی ناشناس خطرناک است. بله بچه ها، شما در جایهای ناشناس احتیاط کار باشید. آفرین بچه ها، می توانید این جمله ها رو به دفترتون روی بردار کنید. آفرین بچه ها. دوستروکانی عزیز من، شما علاقه بچه هایی به آداب می باشید. فرزند نقص باغ پدر، فرزند بد داغ پدر. من باوری دارم که شما گفته های پدر و مادرتان را دائما بجا می آرید و فرزندی نقض می شوید. آفرین بچه ها. این جمله ها را به دفترتان روی بردار کنید و از یاد کنید. آفرین بچه ها. من باوری دارم که علاقه شما این مصره ها را از خود کردید. آفرین. اینک بچه های عزیز، برای شما یک تزگویک. تیق تیقی ساعت، چیق چیقی گنجیشک. تکرار میکنیم بچه ها، همه کسا یک جایه. تیق تیقی ساعت، چیق چیقی گنجیشک. تیق تیقی ساعت، چیق چیقی گنجیشک. آفرین بچه ها. بله، من باوری دارم که شما این تزگویک رو از خود کردید. میتوانید تزگویک رو با دفترتون روی بردار کنید و از یاد کنید. آفرین بچه ها. بله. دوستروکان عزیز من، ما علاقه با شما حصه های نطق رو از خود کرده استاده ایم. اسم یکی از حصه های نطق بوده، نامی پردمت رو می فهموند. بچه های عزیز، در اینجا سوال ها، کی کی ها، چی چی ها. برای هر یک سوال دو کلمه نویسید. تکرار میکنم، آید به سوال های کی کی ها، چی چی ها. به هر یک سوال دو کلمه نویسید. یاردم میکنم بچه ها، کی پدر، کی مادر، کیها بچه ها. دوام دهید بچه ها و دفترتون با این سوال ها با هر یکشون دو کلمه می نویسید. آفرین بچه ها، من خیلی خرسند هستم. من باوری دارم که شما از عهده این سپارش برآمدید. بله بچه ها، آفرین. اینک نباشد بچه های عزیز، دیکتانت بینایی رو به دفترمون روی بردار میکنیم. میخونم، یکی از نشانه های مهمی هر یک خلق و ملت زبانی است. زبان مادری ما شیرین و گوشنواز است. با این زبان شعرها، حکایه ها، افسانه ها و ترانه های زیاده نوشته شده است. ما باید زبان مادری را خوب آموزیم. دوستروکان عزیز من، این دیکتانت بینایی را تازه آزاده روی بردار کنید. من باوری دارم شما از عهده این سپارش
برآمدید. آفرین بچه ها. بله، در اینجا درباره زبان مادری ما سخن رفته استاده است. آفرین بچه ها. بله، اینک بچه های عزیز، جنبستی درس امروزه ما. ما تا این درس می دانستیم پدر مادر را حرمت کردن لازم است. از اینجا دانسته گرفتید. روز پیرمرد فرزندش را به نزدش جیغ زده است و دوام دهید بچه ها. آفرین. بله، برای چی پیرمرد به پسرش فرمود در تگی یکی از تاگزارها تیلا هست؟ گفت. آفرین بچه ها، دوام دهید. در درس آینده بچه های عزیز، چی را دانستن می خواهید به جمله های کوتاه به دفترتان نویسید. آفرین بچه ها. بله، سپارش خانگی. یکم، متن را افاده‌ناک پر خوانید. مضمونش را گفته دید. مضمون متن را به پدر و مادرتان گفته می دید بچه های عزیز. درباره پدر و مادر دو سه جمله نویسید. تکرار میکنم، درباره پدر و مادر دو سه جمله نویسید. آفرین بچه ها. بله، من باوری دارم که شما از عهده این سپارش ها میبرایید. دوست رویکان عزیزی من، با پدر و مادر خود نکو باشید تا روز فرزندانتان نیز به شما نکویی میکند. دائما پدر و مادر را گوش کنید. از گفته های پدر و مادرتان نبرایید، چونکه پدر و مادر بنیادگذاری نیکی و دائما شما را با راه های راست میبرند. نباشد بچه ها، درس امروزی ما به آخر رسید. خوش باشید.